آقایون و خانوما خوش اومدیم به دماسنج به توان دو. حالا چرا توان دو؟ گفتیم کی به کیه؟ این لابلای خبرهای گیم یه سری خبر سینما هم بیاریم تو دماسنج. چه خوشیه دیگه. اینقدر که سینما خبر دماسنج خورداره گفتیم بد نیست یه سری هم به اون ور بزنیم. خلاصه با این توضیحات مهم بریم سراغ مهمترین خبر هفته و اونم چیزی نیست جز تأخیر دوباره در عرضه ریمیک پرنس آف پرشیا. یعنی خدای شکرت واقعا باورم نمیشه. ولی بعد اون تریلر رونمایی بازی اینقدر بازخورد منفی روبرو شد یوبیسافت که کلن دوستامون گفتن ما دوباره اینو تأخیر میزنیم و به جای 28 اسفند یه زمان دیگه بازی رو منتشر میکنیم، بهتونم نمیگیم کی. یعنی بچه ها فکر کنم کلن میخوان بازی رو بکوبن بسازن که تاریخ عرضه هم ندادن. بعدم توضیح دادن که دوستان چون نظر طرفدارا برای ما مهمه این کارو کردیم. به حالا کی فکرش میکرد یوبیسافت این کارو بکنه؟ ولی ببین چی میشه دیگه، حداقل یه تریلر جدید ببین چه میدونی. اینا رو ول کن، اصلا گیمو تعطیل کن، گیمو کلن اصلا صنعت گیمو ببند. چرا؟ بله عرض میکنم، چون به زودی یکی از خفنترین، مهمترین، بزرگترین و بهترین فیلمهای تاریخ سینما قرار از HBO Max پخش بشه. اونم چیزی نیست جز اسنایدر کات لیگ عدالت. بعد تازه بچه ها هفته پیش گفتن اولین تصویر جوکر هم توی این فیلم منتشر شد. آخه ما رو میگی؟ گفتیم ایول بریم ببینیم جوکر چه شکلیه. بعد دیدیم به حق یه عکس گذاشتن که جوکرش مات اون هیچی معلوم نیست، فقط معلومه یه آقاییه. آقا ایسکای ما رو گرفتین؟ ولی یکی ندونه فکر میکنه قرار همشهری کن یا کازابلانکا پخشه. بعد فیلم 4 ساعته، جدی 4 ساعته. آیریشمن با اون ابهت به 4 ساعت نرسید، خدا به خیر کنه. هرس میدن منو. من آخر نمیفهمم این ایلان ماسک کلن داره چیکار میکنه. اصلا من حس میکنم این رباته یا این ایلین پیلین از یه سیاره دیگه اومده این ایلان ماسک. دوستمون کلن یه توییت که میکنه کل مسیر یه شرکت یا یه فرانچایز رو عوض میکنه. هفته پیش جناب ماسک که اگه بخوایم فارسی رو پاس بداریم میشه ایلان نقاب، توی توییتر اعلام کرد که مجموعه هیلو رو خیلی دوست داره. حالا این وسط آرون گرینبرگ مدیر بازاریابی ایکس باکس فورسرت رو مقتنم شمرد. خدای حال کردین چجوری سوسی از مقتنم استفاده کردن و منکرم. و سریع رو هوا توییت زد و گفت خب باید تسلا ها رو بریزیم تو هیلو ها و یه کاری با این دوتا برند بکنیم. ولی فکر کنید یه دقیقه سایبر تراک بیاد تو هیلو، اوه چی بشه؟ ولی جناب گرینبرگ یکم خودتو کنترل کن و هول نشو، هنوزم نه به داره نه به باره، فقط یه توییتی شده و فلان و اینا، یا ورنادر پراید بذاره تو هیلو اینفینیت. والا من یه حسی دارم، حالا بمیگه چیه الان خدمت عرض میکنم. من فکر میکنم این مدیرای کپکام توی ساختمونشون یه ماشین آب میوه‌گیری صنعتی خریدن، بعد هی از بالا این آی پی رزیدنت ایول رو میریزن توش تا به هر نحوی ازش پول در بیارن. اون فرانچایز سینمایی قبلی کافی نبود، دوستامون مدتی تصمیم گرفتن که فیلما رو ریبوت کنن. یعنی تو اون هالیوود و بالیوود و سینمای موج نو فرانسه و شرق و غرب و فلان و بهمان یه دونه ایده جدید وجود نداره، هی باید قبلی ها رو دوباره و سه‌باره بسازید. نه واقعا خجالت داره دیگه. الا ای حال عرضم به حضورتون ریبوت فیلم رزیدنت ایول قرار 12 شهریور اکرانم بشه ها، اکران از این سوسول بازی های اینترنت اینا اکران بشه. حالا کاش همین یه فیلم بود، یه انیمیشن هم امسال بر اساس رزیدنت ایول از نتفلیکس پخش بشه. دوستامون تو نتفلیکس دارن یه سریال هم ازش میزازن. آقا بی خیال رزیدنت ایول شید دیگه، آقا بسه خدایا بسه. من ولی این هفته یک استرسی کشیدم که نگو. یعنی میگم استرس کشیدم ها. میترسم از این به بعد تنها بازی های ماشین سواری که بشه بازیشون کرد مجموعه فورزا و گراند توریسمو باشن. حالا چرا؟ عرض میکنم خدمت، چون EA کود مسترز رو خرید. ای داده بیداد دیگه، لازمه بگم؟ نه لازمه بیشتر بگم؟ حالا بذار بگم دیگه. الان درت و F1 و گرید و یه چند تا دیگه همه اینا مال EA هم. حالا تازه یه اعلام کرده که میخوام حداقل سالی یه دونه بازی ریسینگ بدم. خدا به خیر کنه برادر من، شما همون فیفا و استار وارز و مدن تو هر سال منتشر کن، من بهت قول میدم به اندازه کافی سود میکنی. برادر من، دوست من، آخه پدر این پول بسوزه، پدرش بسوزه. یعنی بعد از بلایی که سر نید فور اسپید آوردی که من هنوز نمیبخشمت، من دیگه کلا امیدم بهت از دست رفت. رفتی کود مسترز هم خریدی؟ آقا اصلا دماسنج تعطیله، نخواستیم. آقا خدافظ. آقا گاوه رضا اون کرکره رو بکش پایین، تعطیله.